با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، همونطور که میدانید قوانین ضد زن و نابرابری اجتماعی توسط حاکمان فاشیست سرمایه‌داری و راست پوپولیستی در حال افزایشه و این سیاست در کشورهایی که ایدئولوژی مذهبی حاکمه باز تولید خشونت و سیاست ضد زن همون سیاست دولتی است. در واقع در افغانستان و ایران امارت اسلامی با زنجیر بر پای زنان معنا پیدا می کنن. در همین ارتباط همراه میشیم با طاهره سجادی، کنشگر جنبش زنان، تا نظرات ایشون رو در باره سیاست طالبانی و ستمی که بر زنان میره جویا بشیم. سلام خانم سجادی، خوش اومدیم. من هم سلام میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و مرسی به خاطر فرصتی که امروز مهیا کردیم. خواهش میکنم. طاهر، این نابرابری اجتماعی همونطور که میدونیم اخیراً، یعنی از زمانی که طالبان اومده سر کار، فشار بسیار زیادی بر زنان اومده، قوانین ضد زن زیادی بر علیه زنان نوشته شده. میخوام نظر تو در مورد این که نابرابری اجتماعی از نوع جنسیتیش در جامعه‌ای، در جوامعی مثل ایران، افغانستان، با جوامعی غربی، کشورهای دیگه چه تفاوتهایی داره؟ وقتی که از نابرابری های اجتماعی در مثلا افغانستان و ایران صحبت میکنیم، نمیشه که در واقع از این آبشخورهای مشترک در جهان صحبت نکرد، چون بخشی از علت این ستم تبعیض و در واقع نابرابری برمیگرده به ریشه‌های مشترکی که در جهان جریان دارد، به خصوص در حداقل در چند دهه گذشته، و بخشی از این وضعیت معلول در واقع وضعیتی است که برای تداوم قدرت و سرمایه در جهان جریان داره، و این باعث میشه که زنانی که در ایران هستن، در افغانستان هستند، بر اساس نوع حرکت این چرخدنده ها با انواع نابرابری ها روبرو بشن. اما در واقع مسئله تاریخی، نیروهای سیاسی اجتماعی باعث میشن که تفاوت های هم وجود داشته باشه. حتی اگر در رابطه با حداقل چند دهه اخیر در ایران و افغانستان صحبت بکنیم، و این در خیلی از کشورهای دیگر در خاورمیانه، مثلا در عراق، در پاکستان همین مسئله مشترک هست، میتونه باشه مسئله عنصر مذهب و شریعت در قالب یک نظامی که قدرت را به دست گرفته، وارد قانون شده، شریعت و فقه وارد قانون شده، و نیروهای اسلامگرا در واقع مهمی از قدرت را به دست گرفتن که هم در بستر اجتماعی و هم در ساختار قدرت میتونن قوانینی را تعریف بکنن و هنجارهایی را در جامعه در واقع محکم بکنن که حقوق زنان در واقع محدود میشه، به نوع دیگری تعریف میشه، و این ستم و این نابرابری تشدید پیدا میکنه. حالا در افغانستان امارت اسلامی که خودشان دارن میگن، طالبان در واقع در این 9 ماهی که آمده چیز جدیدی برای افغانستان نیست، چون ما دوره گذشته را داریم، دوره چندین ساله‌ای که طالبان آمدن، اما به دلیل اینکه رسانه نبود، به این شدت در واقع دسترسی به رسانه ها نبود، بخش بزرگی از این وضعیت پنهان ماند. خب جهان را هم چون برایش مشکل ایجاد نمی کرد، در منافع اونا خلل ایجاد نمی کرد، طبعا خب لازم نبود که وارد مسائل مهم جهانی بشه.
در ایران هم به همین شکل است. بعد از انقلاب 1357 وقتی که جمهوری اسلامی میشه و با این ساختار میآید و قدرت مشخصاً به دست رهبران اسلامی بیفته و بر اساس تمام شئون تمام قوانین در واقع تمام قوانین بر اساس همین چارچوب تعیین میشه و از اونجایی که زنان بخش بسیار مهم و بزرگی را در چهارچوب اسلامی دارن، در فقه و شریعت دارن، بسیار از محدودیت ها وضع شده. حالا من نمیدانم که آیا این بحث را ادامه بدیم یا نه، شما سوال دیگر دارن که بعدا شاید بشه جزئیات بیشتری در این مورد گفت. آره، ولی من اون چیز رو که داری میگی درسته که در عرصه جهانی این مسئله فشار هست. من بیشتر منظورم این بود که اون تفاوت هایی که همونجور که خودت مطرح کردی در کشورهایی که ایدئولوژی مذهبی سر کاره، یعنی سیاست با ایدئولوژی در واقع مذهبی پیوند تنگاتنگی پیدا میکنه، با کشورهایی مثل سوئد، با کشورهای دیگه سرمایه‌داری که در واقع خودشون میتونن عامل اون فشار بر زنان خاورمیانه باشن، ولی چه تفاوت‌هایی این در واقع نابرابری اجتماعی از نوع جنسیتیش، چه تفاوت‌هایی بین این سری از کشورها و کشورهای در واقع خاورمیانه، کشورهای نظیر ایران و در واقع افغانستان وجود داره مد نظرم بوده؟ بخش خیلی زیادی از حقوقی که زنان مثلا در اروپا یا آمریکا دارند در ایران و افغانستان برای حداقل ترین ها سالها مبارزه شده و هنوز هم اینا در واقع حق کاملی بر اونها ندارن. به طور مثال اینکه اگر یک زن بخواهد که باردار، یعنی دیگه باردار نشه، باید اجازه شوهرش داشته باشه، امضای شوهرش داشته باشه که بتونه عمل جراحی انجام بده که باردار نشه. اگر زنی در واقع بخواهد در افغانستان ازدواج، وقتی که ازدواج میکنه و بر اساس همو سنتی که در طول این سالها وجود داشته گفته بشه که این زن باکره نیست، که البته چنین چیزی اصلا وجود نداره، یعنی در علم جدید این مسئله ثابت شده، ولی ما چیزی به نام آزمایش بکارت را داریم که خانواده میتونن برن اونجا و قتل ناموسی زیاد از این طریق رخ داده. وقتی که یک زنی میخواد از شوهرش جدا بشه حق حضانت کودک را نداره، حق نگهداری نداره، حق سفر بدون اجازه سرپرست را در واقع نداره. حالا این سرپرست میتونه شوهر باشه، میتونه پدر باشه، ممنوع الخروج میتونه بشه بر اساس عدم اجازه سرپرست که شوهر یا همسر باشه. اینها در واقع هم در بستر اجتماعی وجود داره و هم قوانین آمده اینها را تایید کرده. شما برای حد اقل ترین ها مجبور هستید که در واقع مبارزه بکنید و محدودیت های جدی وجود داره. چند مثال دیگه میزنم، مثلا وقتی که یک زنی در واقع باردار میشه، برای زمان بارداری او در کشوری مثل ایران و افغانستان رخصتی یا اجازه بدون درآمد و معاش ماهیانه وجود نداره. بعد ای که وجود نداره که هیچ قوانینی میاین وضع میکنن، میگن که شما انقدر فرزند داشته باش و میاین از وسایل جلوگیری از بارداری استفاده میکنن. ای به خاطر چی است؟ بخشی از این از ساختار قدرت میاد، بخشی از این از دل فقه و شریعت میاید. زنه به خاطر اینکه اون حجابی که در شریعت تعریف شده داره نمیپوشد، نمیخواهد بپوشد، در داخل خیابان هم از طرف مردان مورد فحاشی قرار میگیره و هم از طرف قانون در واقع این میتونه برش مشکل ساز بشه. حالا در افغانستان در مثلا یک سال گذشته در قوانین
ما ماده مشخصی نداشتیم، ولی در ایران این مسئله خیلی در قوانین مشهوده. برای شما مثلا از طریق گشت ارشاد می شما رو میبرن زندان میبرن، از شما یک تعهد نامه گرفته میشه، یعنی عملا با مسئله پوشش شما برخورد جدی میشه. کوچکترین چیزها در اونجا در واقع بهای یک عمر زندگی، اینا حد اقل ترین ها هستن. از تحصیل بگیریم تا مسئله همین مسئله حجابی که از سال 57 زنان ایران دارن برایش می جنگن برای به دست آوردن حقوق خودشون، ما می بینیم که در کشورهای غربی چیزی اصلا به این نام براشون معنی و مفهوم پیدا نمی کنه و اصلا نمیتونن یه درک درستی از اون شرایطی که الان زنان ایران یا کشورهای مثل افغانستان گریبانشون رو گرفته اصلا در شاید نتونن متوجه بشن، چون اصلا چیزی در ذهنشون به عنوان این مسئله نمیتونه وجود داشته باشه. و اون آزادی که در کشورشون هست، تحصیلات، در خیلی از عرصه زنان علارغم این که روز به روز قوانین ضد زن در این کشورها در حال افزایشه، از جمله ما تو مسئله آمریکا میبینیم در ارتباط با سقط جنین، یا در خیلی از کشورهای اروپایی ما میبینیم که اصلا سقط جنین کاملا ممنوعه، یعنی حقوق زنه بر بدن زنان، یعنی همیشه بدن زنان در واقع دستاویزی بوده برای اجرای سیاستشون و پیش برد اون بحرانی که باش درگیر هستن. تایره من میخوام ببینم اخیراً طالبان یک هشدار یعنی خب از زمان سرکار اومدنش ما دیدیم در ارتباط با تحصیل، در ارتباط با در واقع بیرون آمدن زنان و کار زنان در محیط ادارجات همه رو ممنوع کرده، یعنی در واقع سیاستی رو پیش برده اون امارت اسلامی در واقع باز تولید خشونت و ضد زن بودن، میشه مسلما گفت که همون سیاست دولتی که داره اجرا میشه در واقع. میخوام این یک چیزی رو مطرح کنم برام مشخص کنی که اخیرا خب طالبان مطرح کرده که در اماکن عمومی زنان باید با چشمند، یعنی فقط چشماشون مشخص باشه، با برقه بیان بیرون و اگه این کار رو نکنن تخلف کنم و این کار انجام نشه متخلفان شناسایی میشن و مردانشون حتی مورد آزار قرار میگیرن که چرا توجه نکردن از اینکه زنانشون اینفورمی بیان بیرون، یا اینکه زنان برای مسافرتشون حتما باید با محرم در واقع طبق قانون خودشون همراه باشن. میخوام ببینم راهکار، خب یه تعدادی از خانوما رو ما دیدیم که اومدن بیرون و اعتراض کردن، ولی در مجموع خب اون یک چیز بسیار محدودیه و توسط یک عده محدودی داره این کار صورت میگیره در حال حاضر. راهکار کنشگران اجتماعی در افغانستان برای پیش برد این کار چیه؟ برای مبارزه با این قوانین ها چی هست؟ خیلی سخت هست که الان در واقع با یک راهکار صحبت بکنیم، اما ناچار هستیم که مثلا صحبت بکنیم و به یک نتیجه هم برسیم. ما با یک فروپاشی مطلق روبرو هستیم، همه چیز از هم گسیخته شده، همه چیز از بین رفته. اگر به اندازه یک سر سوزنی هم به مدد تلاش مردم و تلاش زنان دسترسی به امکانات و تحصیل و این حقا داشتن الان باید وقتی که صحبت از افغانستان میشه یک بخش فوق العاده زیاده ای پنهان همین الانش هم بسیار از روایت ها ممکنه به دست بسیاری از ما برسه، ولی به خاطر اینکه جان افرادی که در افغانستان هستن در خطر هستن حتی شما نمیتونید خیلی مسائل صحبت بکنید، یعنی
چند وقت پیش یکی از این کسانی که میخواستن از افغانستان خارج بشن و تنها بودن یک دختر صحبت میکنه که به خاطر اینکه محرم نداشته به یک فاجعه ای داخل مرز او بردن. یک خانم دیگری برای من چند وقت پیش گفت که نتونسته از مرز خارج بشه چون هیچ کسی همراهش نبوده. این یک بخشی از قضیه که ما از اطلاع پیدا کردیم. خیلی از چیزهای دیگه وجود داره که ما هنوز نمیدانیم. خیلی از قتل‌ها به آسانی از طریق اعضای خانواده صورت میگیره چون همین الان یک عالمه پشتوانه و حمایت پشت سرشان هست و کسی نمیپرسه چرا این اتفاق داره میفته. من فکر میکنم که راهکاری که اگر گروه بخوایم مشخص‌تر بکنیم چون این مطالبه و این در واقع تعریف خاص شاید از جنبش زنان باید باشه چون بسیاری از گروه های دیگری که اگر از اونا مطالبه بکنیم حتی این مطالبه درست نیست. از چه کسانی ما چه چیزی را میخواهیم؟ خیلی از اونا در گذشته امتحان خود را پس دادن، مثل کسانی که در گذشته افغانستان جهاد کردن و حالا مدعی شدن که ما میام افغانستان نجات میدیم. اما مشخص در رابطه با زنان اگر بخوایم صحبت کنیم، کسانی که بیرون از افغانستان هستند، زنانی که از افغانستان هستند و تونستن که از افغانستان بیرون بیایند، دست آزادتر و بازتری دارند برای روایت کردن، برای گفتن و برای فاش کردن این بازی‌های سیاسی که در جهان وجود دارد. یک اظهار نگرانی که مثلا در سازمان ملل میشه، خب این عکسی که شاید نمیدونم شما دیدین یا ندیدین که دست بچه های مکتب یک قرص نان، یک تکه نان را دادن. به نظر من این عکس را باید چاپ کنن برن بزنن سردر سازمان ملل به عنوان یک شرم بزرگ، یک ننگ بزرگ. وقتی که شما میتونستین از این اتفاق جلوگیری بکنید، بخشی از علت خودتان بودین، هیچ کاری نکردین که باعث شدن همه اتفاق افتاده. حالا دست بچه های ما در مکتب نان میدین که اینا از گرسنگی نمیرن، جانشان در خیلی از نقاط افغانستان در خطر، در پنجشیر و اندراب بچه ها را زدن تیرباران کردن. برای شما همیت اینا را یک قرص نان دست آنها میدین و بعد یک گزارش خیلی مفصل با نگرانی جدی می نویسین که کودکان افغانستان در خطر سوء تغذیه قرار دارن، یا از اون طرف نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت میگه که ما از وضعیت زنان نگران هستیم. وقتی که در دوران جهاد در سال 1987 بود یا 1988، بیش از 600 میلیون دلار از طریق پاکستان در جیب گروه های جهادی رفت و از دل همین گروه های جهادی طالبان آمد، آن زمان اصلا زن افغانستان در شما مسئله نبود که هیچی، برای شما مهم هم نبود که چه اتفاقی داره میفته. بعد حالا شما میاد این مذهکر را انداخت، این اظهار نگرانی میکنید. یعنی واقعا برای ما این مسئله روشن شده. من فکر میکنم حتی این که گفته بشه که سازمان ملل یا شورای نمیدونم امنیت یا این سازمان حقوق بشری آمریکا و مدعیانش بیاین کاری بکنن، اینا امتحان را پس دادن. بخش از این علت خودشان هستن. و بعد از اون مسئله دیگر این است که گروه هایی که در واقع مدافع حقوق زنان هستند بیرون از افغانستان هستند، همدیگر پیدا کنیم، یعنی با همدیگه صحبت کنیم، تبادل تجربه بکنیم، به خصوص زنانی که مثلا از ایران هستیم، از افغانستان هستیم، از پاکستان هستیم، از عراق هستیم، ما تجربه مشترک داریم. با هم صحبت بکنیم که شما وقتی که مثلا زنان در پاکستان آمدن تظاهرات امسال 8 مارس کردن و بعد از اون زنان دیگه همین گروه های مذهبی و گروه های تند رو آمدن به خیابان کشاندن و علیه این زنان پیش رو آوردن، زنان پیش رو در پاکستان امسال چه کردن؟ از سال گذشته اتفاقا خیلی بیشتر هم در خیابان آمدن. سال گذشته به خاطر اینکه یک نشر فیلم ها و عکس های کاذبی بود که به اونها در واقع میگفتن اینها آمدن در تظاهراتشان کفر گفتن، حکم تکفیر و حتی مرگ اینها صادر شد. امسال اینا قوی تر آمدن به میدان و آمدن در واقع در برابر این گروه های مذهبی و جهادی ایستادن. در افغانستان
وقتی که طالبان یک گروه تروریستی میآید مثلا قدرت را به دست میگیره، این دختران میان در میدان و هم برای خودشان و هم برای دخترانی که در زندان هستن صدا بلند میکنن. در ایران تا الان این همه زنی که به خاطر دفاع از حق پوشش وارد زندان شده، به خاطر حق کار، حق حضانت، به خاطر کوچکترین چیزهایی که در زندگی برای کرامت یک انسان و کرامت یک زن نیاز هست، این همه سالها زندانی شدن و از بین رفتن، اینا رو با همدیگه حرف بزنیم، از همدیگه دفاع بکنیم و در واقع این مرزها برای ما در جنبش زنان بیمعنی بشه. شاید این تجربه خوب باشه که من اینجا بگم. من مدت زمان زیادی نمیشه که به سویدن آمدم، اما در اینجا وقتی که تعدادی از زنان که در افغانستان بودن و آمدن اینجا، مثلا با شبکه زنان سویدن، شاید خانم قراره یک تعداد از دوستانی که اینجا میشنون برنامه رو بشنسن، با همدیگه در واقع شروع کردیم به کار کردن، ما را قوی تر کرد، از همدیگه شنیدیم، از همدیگه یاد گرفتیم. اینجا باید چه کار کرد؟ باید چقدر در برابر این اخباری که رسانه ها دارن نشر میکنن، چقدر باید اینها را جدی گرفت؟ این باریکی های خبری را باید پیدا کرد، در موردشان صحبت کرد. این رسوایی که مثلا CNN آمده با حقانی مصاحبه کرده، حقانی توی لیست سیاه در واقع جز تروریستان جهانی بود، حالا تو میای با این صحبت میکنی و بعد از اون طرف حقانی میگه که آمریکا دشمن ما نیست. این بر ما معلوم بود که دشمنتون نیست، خودش تو رو آورده، بزرگ کرده، تو رو پرورده کرده، شما با هم دیگه دشمن نیستین، علت و معلول هم دیگه هستین. حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم این است که نگذاریم که این ظلمی که در طول این سالها داره اتفاق افتاده و الان داره در واقع اتفاق میفته و بخشی از اون اینقدر خاموشانه و در سکوت داره اتفاق میفته به فراموشی سپرده بشه و از اون حرف بزنیم. و جنبش زنان حداقل در این کشورها یک اتحاد و همبستگی پیدا کنه به نظر من. یک به عنوان یک درخواست یا مطالبه نیست، من فکر میکنم یک مسئولیت هست، نه فقط برای زنان افغانستان، برای همه. اما شرایط برای زنان افغانستان در این 9 ماه به مراتب دشوارتر و سختتر شده. در واقع همون راهکارهایی هستش که شما عنوان میکنید، اینا راهکار دیگه. یعنی در این شرایط اتحاد زنان داخل افغانستان و خارج افغانستان و اتحاد زنان کنشگر در واقع اجتماعی ایران و افغانستان و اصلا کشورهای خاورمیانه در اون منطقه رو مد نظر قرار میدین که در جهت این راه حل ارائه بدن. جدا از این اتحاد، خود زنانی که الان در افغانستان هستن و دارن در واقع میان کف خیابان ادعای خواستشون رو مطرح میکنن، در مجموع آیا برنامه منسجمی برای اون شعار کارنان آزادی دارن؟ من فکر میکنم که ما هنوز با یک طرحی که مشخص خاص باشه، یک برنامه عمل مشخصی وجود داشته باشه، هنوز ما ایره نداریم. یکی به علت این که در واقع ما 9 ماه که در واقع با این وضعیت روبرو هستیم و به علت فشار شدید و سرکوب شدید در واقع بخشی از این نیرو دچار رکود شده، یعنی شکسته به علت این فشار زیاد، به علت این سرکوب زیاد. اما نمیشه زمان از دست داد و فرصت را از دست داد. نمیدانم امروز بود یا دیروز بود که در خیرخانه در کابل زنان نمایشگاه کتاب خیابانی آوردن برگزار کردن. بله دیروز. خب خودش یعنی چی؟ یعنی اعلام حضور، یعنی تو در انظار عمومی در یک حوزه عمومی دوباره وارد شدن. هی دارن یادآوری میکنن که همه حرکت های کوچیک در واقع
در اون شرایط خفقان خیلی بزرگ هستن. اما اینها باید فرموله بشه و این طرح اصلاحات کار بکنیم. میدانیم چون مثلا اگر ما خواستیم هایی باشه که در مکتب باز بشه، در مکتب در کجا باز بشه؟ در یک شر مطلق؟ یعنی خواهان اصلاحات در شر مطلق دوباره چرخیدن در یک دایره باطله. باید با کلیت از این قدرت دست و پنجه نرم کرد، تعریف این که ما چی میخواییم و در واقع در برابر چه کسی. در مکتب اگر باز شد مشکل ما حل میشه؟ اگر یک قانونی گذاشتن که زنان بدون محرم میتونن از مرز خارج بشه، مشکل ما حل میشه؟ اشکالی نداره یا نه؟ ما کلیت نظام از سوال میگیریم. ما با تمام این نیروها، با تمام این قدرت تروریستی طالبان مواجه هستیم و روبرو میشیم. اینا چیزایی است که باید خیلی در واقع سرش هم صحبت بشه. و همین که حتی اگر فکر میکنیم که میدانیم، برای همدیگه بگیم، چون بعضی از این نقطه ها هنوز هم کور هست و بدون اینکه اصل قضیه را ما مثلا نشانه بریم، نمیشه که با درست شدن گوشه ها که البته او هم درست نمیشه راضی بشه و قانع بشه بگیم که درست. به نظر من طالبان بخواهیم یا نخواهیم قدرتش در افغانستان ماندنی نیست، نمیتونه بمانه، اما اینکه چه مقدار میمانه جای سوال هست. ولی ما باید تلاش بکنیم که عمر ای کوتاه‌تر بشه. من اینجا متوجه منظورتون به طور مشخص نشدم که آیا برای یعنی در جهت مطالباتشون صرفاً باید سرنگونی نظام طالبانی باشه؟ اگه سرنگونی نظام طالبانی هست، نباید در مورد مطالبات خودشون که در واقع از جمله میتونه همون بودن با محرم و نامحرم یا رفتن به مدرسه، نباید بجنگن؟ نه، اتفاقا وقتی که صدا بلند میشه و میگن که ما با این حجاب اجباری مخالف هستیم و به خیابان میاین، این خودش یکی از محکمترین حرکت ها و قدم هاست. وقتی که زنان مثلا نافرمانی مدنی میکنن به هر شکلی که میتونن، حتی با پوشیدن یک شالی که گلدار هست، رنگ روشن هست و به مخالفت میپردازن، اینها بزرگترین قدم ها هست. اما در یک دایره کلانتر و در یک چتر کلانتر، برای اینکه بتانیم به یک چهارچوبی برای مبارزه دست پیدا بکنیم، ما باید در واقع افشاگری بکنیم در رابطه با کلیت این وضعیت. بدون شک هر جایی که اگر یک قانون کوچیک میذارن که به نظر مثلا جهان قانون کوچیکه ولی برای ما بسیار بزرگ هست، مثلا اینکه صنف دختران و زنان، دختران و پسران را در دانشگاه جدا کردن یا در مکتب را جدا کردن، برای هر قانون ما ایستاد میشیم، حرف میزنیم، به خیابان میایم. کسانی که بیرون از افغانستان هستن شروع میکنن به صحبت کردن و هر کاری که از دستشان برمیاد. اما اینها را باید جمع بکنیم و در واقع برای یک مطالبه بزرگتر که با این ضربه ها، با این افشاگری هایی که جزئی جزئی داره میشه، کل این بدنه متزلزل بشه، یعنی کل بدنه را زیر سوال ببریم. و بدون شک هر قدم کوچکی که نافرمانی مدنی هست، مبارزه هست، مقابله هست، رو در رو شدن هست، هم ثبت تاریخ باید بشه و هم به عنوان شکل‌های مختلف مبارزه و مقاومت در واقع روایت بشه و الگو برداری بشه. طایره، من سوالی که برام مطرحه، چرا در افغانستان، خب الان برای دختران محدودیت‌های بسیار زیادی ایجاد شده، برای زنان محدودیت‌های بسیار زیادی رو ایجاد کردن، یعنی رفتن دختران به دانشگاه در واقع از بین رفته، در محیط کار از بین رفته،
چرا تو افغانستان جنبش های دیگه شکل نمیگیره؟ مثلا جنبش دانشجویی از طرف مردم چرا شکل نمیگیره؟ من فکر میکنم که سوال میطلبه که هم به تاریخ مراجعه بشه و هم با در واقع زمینه های ساختاری که مولد به وجود نیامدن جنبش های اجتماعی هستند. من فکر میکنم که بسیار عواملی که ممکنه در یک جغرافیای دیگر سبب جنبش اجتماعی بشه در افغانستان وجود داره، یعنی زمینه ساختاری وجود داره. مسئله شکاف، مسئله سرکوب، مسئله محرومیت، مسئله فقر، مسئله در واقع فسادی که در حکومت وجود داشت و اکنون، اما اینها متضمن این هست که گروهی که ناراضی هست، معترض هست، این محرومیت، این سرکوب، این تبعیض را درک بکنه و از او آگاه بشه. این مسئله آگاهی خیلی مهم است. تا زمانی که به وضعیت خودت و وضعیت موجود آگاه نشی، ممکنه حتی نپرسی چرا. برای اینکه این چرا پرسیده بشه، باید آگاه بشی و این آگاهی از طریقه های مختلف در جامعه تزریق میشه. این آگاهی اگر هم شکل گرفته، به دلیل شکاف هایی که در افغانستان وجود دارد، مسئله شکاف بین زنان و مردان، بین گروه های قومی، بین جامعه روستا و شهر، نتانسته یک جمعیتی را بسازه که این جمعیت معترض حداقل در یک مدت زمان طولانی تر مقاومت بکنه و برای رسیدن به نتیجه مطلوبی که میخواه ایستادگی بکنه. از طرف دیگر مسئله خیلی مهم در جنبش های اجتماعی، مسئله سازماندهی و مدیریت و رهبری حرکت اجتماعی هست و جنبش های اجتماعی هست. این رهبر، این مدیر، کسی که سازماندهی میکنه و هماهنگی میکنه، نه به عنوان یک شخص بلکه به عنوان یک هسته مرکزی، باید بتانه جمعیت قابل توجهی از مردم را پیرامون خودش داشته باشه و این متضمن این هست که منافع مشترک اونها رو به هم دیگه وصل کنه. این تعریف منافع مشترک در افغانستان حداقل به اندازه‌ای که باید باشه شکل نگرفته که باعث یک حرکت بزرگ بشه. البته ما چندین حرکت در سالهای گذشته داشتیم، مثلا ما جنبش روشنایی را در افغانستان داشتیم که سرکوب شد به دلیل او انفجار بزرگی که اتفاق افتاد، کشته ها زخمی های فراوانی داد و چندین حرکت دیگری هم شد. وقتی که مثلا تبسم و 6 نفر دیگر در مسیر زابل به قتل رسیدن، گروگان تعداد از گروگان ها آزاد شدن، اما این 7 نفر به قتل رسیدن. وقتی که مردم تابوت های اونها را آوردن، به دم ارگ آوردن، اما تا یک جای شکل گرفت. اما به دلیل این که فسادی به شدت در دستگاه قدرت وجود دارد، در حکومت گذشته وجود داشت و از طرف دیگر کسانی وارد این حرکت ها شدند، در ابتدا ادعای با مردم کردند، اما بعد از اون پشت به مردم کردند، خواسته ها و مطالبات مردم را به نفع منافع خودشان دور زدند، باعث میشه که این حرکت ها نه تنها متوقف بشه که یک سرخوردگی بزرگی به وجود بیاید. من فکر میکنم که مسئله آگاهی و مسئله شکاف های بزرگی که در افغانستان وجود داره از علت های مهمی است که جنبش حداقل در بخش مختلف شکل نمیگیره. یا مثلا در زمانی که مثلا گروه مثل شعله جاوید در افغانستان کار میکرد، یک در واقع جزو بهترین گروه های میتونم از اون نام ببریم که در برابر جریان وقت استاده شده بود و افراد متعهدتری داشت و در اونها کار میکردن. بسیاری از اون افراد کشته شدن، بسیاری از اون افراد در واقع زندانی شدن، بسیاری از اون افراد در واقع که میتونستن حداقل این جریان را ادامه بدن، مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن. و این سرکوب
باعث میشه که این جریان ها متوقف بشه، کنده گریخته بشه و عمر اینها بسیار کوتاه بشه. شما در طی صحبتاتون در مورد سیاست جهانی که وضعیتی چنین وضعیتی رو در افغانستان ایجاد کرده صحبت کردی و ما می‌بینیم اخیراً گروه هفت از طالبان خواستار در واقع لغو محدودیت‌ها شدن. آیا فکر می‌کنی این فشارها تأثیر گذاره؟ با آنچه که دارن نشان میدن و آنچه که میخواهن فاصله خیلی زیاد است. آنچه که در عمل دارن میکنن این است که به کمک رسانه ها دارن کار میکنن که اینا به رسمیت شناخته بشه. ما در واقع از یک پولی میتونیم صحبت بکنیم که در چند ماه اخیر وارد افغانستان شده و بخشی از این پول به نام حمایت از مردم هست، اما آیا این پول همهش به خاطر مردم بوده یا نه داره کمک میکنه به این که این طالبان سرپا بیستن بتونن خودشان را جمع بکنن؟ از کشورهایی که گروه هفت هستن یکیش آمریکا هست. خب اگر بخواد تحریم بگذاره، تحریم بر چه کسی قراره بگذاره؟ تحریم میخواد کی رو تحریم بکنه؟ فرزند خودش رو میخواد تحریم بکنه که هر جایی که منفعتش باشه داره او رو میچرخانه، داره او رو مدیریت میکنه. اگر سرکشی بکنه خاموشش میکنه. اگر که ببینه نه داره درست را میره، آنچه که میخواهند داره اتفاق میفته، باش همراه میشه و مماشات میکنه. یک بخش این هست این که بلد این که در واقع بخش از این سوال دانش سیاسی و تخصص را میطلبه، شاید من خیلی نتونم وارد مسئله بشم چون دانش و تخصصش را به اون اندازه ندارم. اما این تحریم ها اگر بخواد تحریم بکنه، من فکر میکنم که شاید بتونه در بخشی از بخش هایی که طالبان میخواهن یک سکتگی وارد بکنه، ولی نمیتونه این دایره قدرت را در واقع بخواد با کلیتش در واقع در بیفته و نمیخواد که با کلیتش در بیفته. طایر، آخرین اطلاعاتی که از وضعیت زنان در افغانستان داری به طور خلاصه میتونی بازگو کنی که آخرین وضعیت، یعنی در واقع شرایط زنان افغانستان، اونایی که میخواستن خارج بشن آیا واقعا خارج شدن یا نه؟ چه وضعیتی در حال حاضر دارن جدا از تمام اون اخبارهایی که ما داریم میشنویم؟ تعداد قابل توجهی از زنان و دختران معترض در شهرهای مختلف افغانستان که مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن به دلیل اینکه حمایتی نبوده که اونها به یک کشور دیگه برن، از طریقه های مختلف در ایران و پاکستان رفتن. در ایران و پاکستان با انواع محدودیت های اقتصادی و محدودیت های اقامت روبرو هستند. و وقتی که شما اجازه اقامت نداشته باشی، اجازه کار نداری و چطور میتونی در طولانی مدت در واقع از پس مصارف که داره بر بیایی؟ بخش زیادی از زنانی که در واقع مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن با مشکل اقتصادی بسیار شدید روبرو هستن، با مسئله اقامت روبرو هستن. در پاکستان کاری که مثلا UNHCR کرده، گفته که ما برای شما یک کارت اقامت میدیم، ولی اصلا معلوم نیست که قرار با مثلا برای این زنها چه اتفاقی بیفته. آیا کشورهایی که این همه گفتن ما دفاع میکنیم از زنان و مثلا بخشی از این نیرو را میتونیم از افغانستان خارج بکنیم، چرا این روند متوقف شده؟ یا مثلا در حداقل در برابر چهره هایی که مشخص هستن صحبت کردن، مصاحبه کردن، جانشون در خطر بوده و این سازمان ها می دانند که فعلا کجا هستن، دختران هنوز باقی مونده. مسئله این یک مسئله. مسئله بعدی این که حتی صحبت هایی که مثلا کسی در افغانستان هستن می کنیم، یک کسی صحبت می کرد که در رستوران زن و مردی که زن شوهر هستن
خانواده هستن، اجازه نداشتن داخل رستوران برن با هم یک جای نان بخورن. زن باید جدا بره، مرد باید جدا بره. حالا همون زن داخل همون رستوران نمیتونه بره. یک مثلا اتفاقی است که شاید برای یک بخشی که حداقل دسترسی داشته باشن به امکانات اقتصادی، یا بخواین حداقل یک از هم امکاناتی کم استفاده کنن، به این شکل مواجه هستن. زنانی که مثلا در روستا هست، ما اخبار قتل میشنویم، ولی چه کسی اینها را کشته؟ طالبان کشته، اعضای خانوادهشان کشته، چه اتفاقی داره میفته؟ مسئله خیلی جدی تر این که خیلی از زنانی که در قبل از این 9 ماه پرونده های در محکمه داشتن، در دادگاه داشتن، به علت جدایی، به علت مسائل مختلف، اینها همه مانده و تمام کسانی که در واقع به عنوان مجرم شناخته شده بودن الان دستشان بازه. شوهری که به علت ضرب و شتم شدید ازش شکایت شده الان پروندهش در دادگاه و خیلی راحت میتونه بیای بیرون از زندان، بیای بیرون، و او زن نمیدونه که چه کار بکنه. یعنی هیچ دسترسی به منبع و مرجعی نیست برای دادخواه و دادرسی. خیلی از این پرونده ها به این شکل ماندن. زنانی که به هر دلیلی شکایت کردن از نه تنها همسرشان، حتی از پدرشان، از مادرشان، با تهدیدهای جدی روبرو بوده، معلوم نیست چه بر سر اونها آمده. حالا این قضیه دانشگاه و مکتب که بر همه ما معلوم است. و یک مسئله دیگر، یک فشار روانی که اصلا قابل وصف نیست. این مسئله بر تمام زنان افغانستان هست، چه زنی که امروز از کار باز مانده، چه زنی که در روستا زندگی میکنه، چه زنی که از دانشگاه باز مانده، چه اون کسی که حق این که در واقع بتونه در خیابان راه بره و چیزی که حداقل در چند سال گذشته میپوشیده رو حالا بتونه بپوشه. این فشار روانی و این مرگ تدریجی اصلا قابل توصیف نیست که اصلا صحبت کردن ازش خیلی سخته. امیدوارم با اتحاد زنان کشور افغانستان و اتحاد زنان افغانستان با ایران، زنان ایران و کلن زنان خاورمیانه و جهان، بتونیم در واقع در مقابل چنین ظلم هایی بایستیم و سرکوبش کنیم، در واقع این ظلم ها رو از بین ببریم و بتونیم در واقع اون جایگاه واقعی زن که نیمی از جمعیت جهان رو در بر داره به حقوق حقی خودش دسترسی پیدا کنه. ممنون از حضورت در این برنامه ای آمریکا. خیلی تشکر از شما و ممنون هستم.